کوکاب. سلام و عرض ادب خدمت بینندگان عزیز. بالاخره رسیدیم به روز نیمه نهایی. اولین بازی نیمه نهایی مرحله دوم میرسیم که یکی از این چهار تیمی که رسیدن به مرحله نیمه نهایی مستقیما میرسن به فینال و امشب یک فینالیست مشخص میشه. در کنار من یکی از مثلثای اس ام اس نشسته، قلب داداش سهیل است. خاک پاتم، بذار بیام دیگه بگو، خاک پاتم 10 بار گفتم، بذار بیام دست تو ببوسم، بذار بیام پا تو ببوسم. پامو یه گفت آقا من عاشقانه دوستت دارم، استرس دارم نتی دست خودم از استرس دارم. امروز یکی از حساس ترین بازی کیه؟ امروز بازی کیه خود بازی امیر موفق و توتو تاینی، تیمی که منو برد و آقا عمو تئوری متاسفانه مصدوم این بازی بازی نمیکنه، ولی برای اینکه یاد ایشون زنده باشه در قلبا. زنده است یا رو یاد؟ نه امروز رو وال پیپر هستش. عاشقتم عمو تئوری، دوستت دارم. آقا این تیمیه که ما رو برد، حقش همون بهتر که بیشور کسافت. من رفیقتم، همین الان تو من تعریف کردی، ولی من دوست دارم این امیر موفق قهرمان بشه دلی، چون تیم قهرمان ما رو ببره. نظر تو رو به بازی امروز چیه مهدی جان؟ من نظرم اینه که اصلا امشب قهرمان مشخص نمیشه، اینا میرن فینال. تازه متوجه شما واقعا داری میگی؟ بله. خب بس من دیگه صحبت نمیکنم. شما آقا تاینی یکی از بسکتبالچه مازندران. خب من رشتیم. بازی قبل نظرت چی بود؟ بازی قبل فلیمو بنیامین که خیلی خشن دنبال شد، چون دوتا کارت قرمز داشت، من بازی دوست نداشتم. شماره 10 بنیامین که کارت قرمز گرفت، بله. ولی چون جزء قانونای یوکاپه محروم نمیشه بازی بعدی و مقابل ما، متاسفانه بازی میکنه. قانون داره یوکاپ؟ نه خداوکیلی من سوالم، بعدی تو تیم بازی 11 نفره همونطور که اسم شما قانون نداره شده سلبا، هیچ ربطی هم بهت نداره اینجا. آقا سهیل من فامیلیمو نمیخوام بگم مالیات واسه اون میبرم، ولی سهیل یه چیزی دارم که سلبا شده برام. نظرت چیه راجبه؟ نظرم مثبته کلا. من اوکی ام. آقا بریم کی میبره؟ تو گفتی امیر موفق میبره. من میگم من طرفدار مازندرانم، سمت مازندرانم. منم طرفدار رشتم، ولی امیر موفق به نظر من برنده میشه، چون قرارشه همین الان تو گوش شما دارن یا چی میگن کنفرانس مطبوعاتی. همین الان دارن میگن دارن میان بچه‌ها. ما بریم کنفرانس مطبوعاتی رو ببینیم، برگردیم با مهمونمون در خدمتشون. بمونید پای گیرنده‌هاتون بمونید. امیر موفق، حالا که یه قدم به 5 میلیون نزدیک شدی، به نظرت میتونی تیم تاینی که اکثرا فوتبالیست هستن رو شکست بدین؟ نه، چون که ما بچه‌هامون از سر کوچه رو بردیم و اونا فوتبالیست نیستن. سوال یه خورده اشتباه فهمی کنم. بچه های ما همه خوبن و تیم بچه های روبرو هم جوونه و چیزی که باعث برتری ما میشه همدلی، انگیزه بالا و تجربه خوبیه که توی سطح فوتبال پایه یک کشور داره. از اونجایی که بازی تیم امیر موفق رو دیدی، چه نظری راجع به تیمش داری و فکر میکنی میتونی ببرینش یا نه؟ 100% میتونیم ببریم، ولی خب تفاوتی که هستش اینه که بازیکناشون شاید تکنیکی باشن ولی تاکتیکی نیستن، ولی تیم ما خیلی تاکتیکیه. از اونجایی که تیم سوئل سولبا رو تو بازی اول حذف کردید، میخواین از همون تکنیک واسه رسیدن به فینال استفاده کنید یا تاکتیک جدیدی دارید؟ ما هیچ تکنیکی نداریم. توپ میاد وسط، پاسکاری میکنیم، دریپ میکنیم، شوت میزنیم، دروازه گل میشه. بازی اول هجومی شروع کردیم و با 7 گل پیروز شدیم. مقابل امیر موفق هم هجومی بازی میکنید یا سعی میکنید دفاعی بازی کنید؟ 100% هجومی شروع میکنیم که گل برتری رو بزنیم. در انتهای مصاحبه میخوام لحنمو عوض کنم. مهدی جون دمت گرم، حاجی این کفشا رو داد. الان کتونی نداشته، ببین به چیز رفته بودیم و خدا رو شکر که کتونی داره، کتونی خوبی هم داره، رو زمین میچسبه و فکر میکنم که به قدرت چابکی و دریبل زنیم کمک میکنه. نایس. صحبت پایانی اگه دارین؟ صحبت پایانی دم همتون هم که از این محتوا حمایت میکنید. این پروژه بسیار بزرگ و خفنه که یوتیوب فارسی قرار با این بهتر کرد. جمله پایانی ندارم، دوستتون دارم. پیام توی کامنت ها سهیل سولوا عشق دلها. برو بریم برای بازی بی نظیر. پیس. سلامی دوباره خدمت دوستان عزیز، اومدیم با یک بار دیگه همراه مهمان عزیزمون مد اسنایپر و سلطان کال آف دیوتی خاورمیانه، کسی که من باعث افتخارم الان در یک کاری هستی، صاحب صابری عزیز. خیلی چاکرم، خیلی خوش اومدید به برنامه آمتی. خیلی ممنونم منو دعوت کردین سوی جان. اولین بار منو تو بغلم تو یه قاب دیده میشین. باعث افتخاره. خوشحالم، فردا چم قربون. مرسی که منو دعوت کردین، دمتون گرم. چه کردین آقا؟ باری کلا چه دکور خوشگلی، همش آقا متیه. شما توضیح دادی که اینا چجوری اومده اینجا؟ ببین عموسام من خارم ما چی پس اینجا چی با هم دیگه آقا بس.
من و مهدی سرویس شدیم این دوتا میز همین الان اون ورشو بگیریم چرا سنگینه هدر نمیومد تو همین الان اصلا این قسنگی بود جر خوردیم اومدیم دو طبقه پول منو میدی شما خب چرا کارگر رو گرفتیم گرفتیم شما یوتیوبری پول گرفتیم بابا یه کارگر نمیومد شما یه دونه گرفتیم ولی دوتا نبودش امروز بازی امیر موفق عزیز و توتو تانی گل نظر جنگ مازندران رش بله من طرفدار رشم رشت کی آقا اون رشت این من طرفدار رشت رشت آقای امیر موفق رشت بله مطمئنی امیر رشت تو از کجا میگی آقا رفیقم امیر امیر روزه امیر میگم رفیقم رشت آقا جنگ یک توضیح من بدم شاید سام یعنی ندونه خیلی توتو تاینی هفت هیچ تیم سمستون رو شکست داد امیر موفق توی مرحله اول بابا دارم میدم تیم امیر موفق خوشبختانه توی مرحله اول سوریل سولبار رو شکست داد خوردن نیمه نهایی آقا این بیشیور خوشبختانه چیه من ریدم توی خوشبختانه چیه آقا سه تا خوردیم این مدعی قهرمانی همونسان به قرآن امیر موفق یارو با تو مثلا یه جوری رفتار میکنه من تا حالا بابا ما همجوری رفتار نکرد تو زندگی یارو اینجوری میمهنه فلان میکنه ما از اینا سه تا خوردیم آقا شما خوب. تو چه خطی بازی میکردی دفاع بودی؟ من گلر بودم به قرآن سر کرد اما اصلا نمیخوره گلر باشه چرا بابا دفاع بیشتر بدی نه نمیتونم بدو من یه جایی که کمتر است همین گفتم بغل تیرک تکیه بغل همش میفریدم خب الان ما اون طرف جدول خوب. تیم من و بنیامین به هم دیگه تو نیمه نهایی خوردیم یعنی هر کدوممون بازی اولمون رو بردیم بله. از بین اینا هر کدومشون ببره یه راست میره امشب فینال نظرت راجع به دو تیم چیه چون فکر کنم تقریبا هیچ کدوم فوتبالشون رو ندیدی تیم امیر موفق محمد رضا 17 آرمان فریک توش بازی میکنن فوتبال شیرارم نه بابا این خیلی بچه خوشگله جدی خب عکس بعد افتاده به قرآن انقدر جدی دارم میگم جدی؟ به قرآن دخترکش اگه دختر بودم 100 به این محبت میکردی محبت میکردی خب فوتبال کدوم از نزدیک دیدی فوتبالش آرمانم ندیدی محمد رضا 17 نظر کلی چیه ببین من بخوام خدا من فکر کنم امیر اینا بهترن امیر موفق اینا جدی چون هم بچه خوشگل‌ترن هم بچه رشن بله اینا رو من اینوری بیشتر هستم حالا دیگه خیلی هم اینوری نظر دارم اونوری هم راحت فوتبالی‌ترن امیر موفق اینا فوتبالی‌ترن از نظر بریم ترکیب چهره ها فوتبالی‌ترن بریم ترکیب دو تیمو با هم دیگه ببینیم شماتیک میگن یا شماتیک میگن شماتیک ترکیب تیم امیر موفق اوه باز من پیامبری شدم 3-2-2-2 سه تا دفاع، دو تا هافبک، دو تا مهاجم، آرمان فریک نوک بازی میکنه با محمد شماره 1. اصلا نمیگه داره بازی. ممرضا بیرونه. چون آرمان فریک تو این تیمه، رفیق خودمه، قطعاً این تیم برنده است. برو بریم. حالا یه چیزی گفتی من یه مسئله بگم. ممرضا متأسفانه عمو تئوری مصدوم تا فینال هم نمیتونه. نه نه عمو تئوری مصدوم، چیزم مصدوم شد. از کدوم ناحیه؟ چی؟ نه، عمو تئوری که پاش به چخ رفت همه سینگ داد. ممرضا این بازی مصدوم قضایی شده بود. داداش اینو اعلام کردم. بله. چی خوب؟ نه نپرسیدم چی خورد آقا چه سالیه منو زایه میکنه من فقط میدونم مصروف شد آقای چون و آقای کوشکی در پاختاکور بازی میکرد اینو من از خود امیر موفق پرسیدم یکی از عجوبه های این کاپه از سس میشه خب نظرت راجع به فرمیشنشون چی بود؟ سه دو خیلی خوب دفاعی ترن بچه ها عرضم حضورتون که تغییراتشون دفاع بوده چند کردم بازی سویلینو 3-0 شما رو بردن بابا باید بگم دیگه من هی یادم میاد یادم میاد آقا سه تا زدم به عمر من دو تا گلا رو کی زد گلا رو یه دونه امیر زد یه دونه پاسور ممرضا زد یه دونه ممرضا زد یه دونه هم شما رو هفت آقا جنتی بعدی تیم پسر شجاع 4-2-1 واقعا چه رسش گذاشتی به سرش نمیدونم اما بابا که ایشون گذاشت سویلینو آقا ایشون شماره نو شبیکی همسا یه رپره شما رپره رپر چی؟ قدیمی زنده است. رپر قدیمی زنده است؟ نمیدونم بابا. پیشونی؟ خدایی شریف. خدا وکیلی خوشگل تر افیش شد. نه. رضا میگیره خدا وکیلی. الان کامنت فوش میگیری. نه. من نمیگیرم شما گفتی آقا. تو در گوش من گفتید. من نه آقا سر فردا استرالیا. آقا اگه طرفدار تیم توتو تاینی هستید قلب صف طرفدار تیم آرماد فریک امیر موفق قلب بنفش نارنجی نارنجی و بریم سراغ کنفرانس های مطبوعاتی رو که دیدیم با هم دیگه باید نم نم بریم سراغ با نیمه اول و این بازی رو حسام گزارش میکنه حسام سمستو هر جا هستی دوست دارم بذار دست رو ببوسم من فقط من یه لحظه با شما یه چی بگم الان چه رو یه لحظه یه
برو برو برو. خب پس ما میریم سراغ نیمه اول فعلا بدون سوهیل واسه اولین بار. نیمه اول رو میبینیم برمیگردیم بین نیمه دوم. از یه پای نیمه نهایی یوکاپ خدمت شما هستیم با بازی تیم امیر موفق و توتو تاینی. برای هم دیگه دست میزنن دوتا تیمی که مجموع دوتا بازیشون پرگل بود. البته یه طرف خیلی خوب بودن. یه تشکرم بکنم از واحد پخش، سهیل سلبا و مهدی پس. کمر مهدی زیر بار این فشار خم میشده و من باید سجده کنم جلوی این پسر به خاطر این یوکاپی که راه اندازی کرده. قبل از اینکه بازی آغاز بشه و مشخص بشه که چه تیمی چه سمتی بازی میکنه، ترکیب و فورمیشن و بازیکنایی که توی زمینن رو من بهتون اعلام بکنم. امیر موفق، توی تیم امیر موفق آرمان دفریک، محمد یاسین، سجاد گودرزی، محمد امین، ممرزا کوشکی، آرمین جنتی و خود امیر موفق رو داریم و با فورمیشن 3-2-2 بازی میکنن. اون ور تیم توتو تاینی، پسر شجاع، شماره 1 تو گل وای میسه و علی توتو، تاینی محمد، ازی آرشام، مهدیار، حسام، امیر و نیما ترکیب 4-2-1 رو تشکیل میدن. تیم امیر موفق هنوز شروع نشده، با یک انرژی مضاعف میان برای شروع توی ورزشگاه. یه سری از هواداران رو بنده مشاهده میکنم. سوت آغاز بازی به صدا در میاد. تیم توتو تاینی شروع میکنن. امیر یه سانت خیلی خوب برای شماره 2، حسام اونجا کنار زمین یه تکل خیلی خوب اما خطا بود، خیلی مصمم تکل زد اما خب هم پا رو زد هم توپ. میریم برای یه ضربه آزاد. امیر پشت توپه، یکی از بازیکنهای خوبشون به حساب میاد. او توی این اینستاگرام ویدیوهای فوتبالی میذاره و خب فن بیس خوبی هم داره این پسر. یه سانت خوب، یه دونه توپ نزدیک بود این توپ بره توی گل. جمعیه دیدریپ خوب بزنه. خیلی توتانی داره تیمشون هجومی بازی میکنه و هجومی بازی رو شروع کردن. تیم امیر موفق فعلا سردرگمه، البته تایم زیادی نیست این بازی شروع شده. توپو میارن به میانه زمین، اونجا شماره 6 تیم امیر موفق محمد امین توپو میاره به گوشه زمین. آرمان دفریک چی کار میکنه؟ تیم امیر موفق زده حمله، میتونه این توپ گل بشه. پسر یه شوت فوق‌العاده و توپ به بیرون میره. فوق‌العاده جواب حمله توتانی رو میده تیم امیر موفق. یه ذره تیم توتو تاینی، اونا تیم سمسنو یعنی تیم خودم رو بد مغلوب کردن و من صحبت نکنم راجع به این موضوع بهتره به نظرم. تیم امیر موفق هم 3-0 تیم سهیل رو شکست دادن. یکم واقعا تیم سهیل هم واقعا تیم خوبی بود و تیم امیر موفق دیگه خیلی خوب بود. خود امیر موفق یه توپ میندازه برای شماره 3 یاسین، توپ اونجا شماره 2 ازش میگیره. حسام هم اسم با من، تیم امیر موفق میره برای یه شوت، یه دونه ضربه یه سیبه نیمه موفق، اما موفق بود در اصل. ولی چی دارم میگم، توتو تاینی تیمشون چه پرسی میکنه تیم امیر موفق، خیلی خوب دارن پاسکاری میکنن. توپ نرفت بیرون، توپو میگیرن. چه دریبلی میزنه اونجا بازیکن تیم توتو تاینی، یه پاس فوق العاده اونور میره، پاس برادر به برادر. توتو تاینی با هم برادرن و توی یوتیوب ویدیو درست میکنن.
یه پاس اونجا برای امیر موفق با بیرون پا هم خوب توپ لو میره. چی شد؟ سو این کی اومد تو زمین؟ دارم دیوونه میشم، میافته دنبال امیر موفق، خیلی فیسش آشناس. سویل صلبت تو واحد بود، واحد پخش بود، نیرو انتظامی میره سلفی میگیره اونجا. چقدر سرعت نیرو انتظامی پایینه و صحنه عجیب شده، لباسشو در میاره، کارت داور. بازی رو کاملا سویل صلبت به هم ریخت. نمیدونم چجوری میخواد خودشو به واحد برسونه. مهدیه بس قطعا عصبی میشه این صحنه ها رو ببینه. دیوونه بازی سویل تمومی نداره، این پسر گزارش نمیکنه، باید یه جوری ما رو بخندونه. بازی شروع میشه، شماره 3 تیم امیر موفق. یاسین یه پاس میده اونجا میبره، حسام فوق العاده بازی میکنن. امیر شماره 9 تیم توتو و تاینی، خیلی خوبه امیر اونجا، ولی توپشو میبره. باز هم امیر، امیر و حسام یه پرتاب خوب، فکر نکنم بتونه. فوی شکار میکنه پسر، یه دیدی خیلی خوشگل. بازم اونجا داره همینجوری میره جلو، من یاد مهداد محمدی میندازه این بازیکن. وای چه پاسی میده اونجا برای شماره 5. وای خود امیر موفق داره چه پاسی میده، مهداد محمدی دیوونم داری میکنی. چه ضربه ای و میگیره. گلر توتو تاینی واقعا تجربه داره و میدونه که کجای دروازه وایسته که بتونه توپو بگیره. یه پاس فوق العاده خوب، چقدر خوب دید حسام اونجا، خطا بود فکر کنم بابا، ولی خطا رو میگیره بالاخره. امیر موفق دو تا بازیکن رو همزمان زد و یه صحنه جالب اینجا رقم میخوره. امیر موفق بالا سر بازیکن مصدومه و تیمش رو تشویق میکنه که سر پستاشون وایسن. بازی شروع میشه، خود امیر بازی شروع کرد. یه پاس فوق‌العاده حسام، خیلی تکنیکیه تیم حسام سمستون رو، بعد تیم خودم رو بنده عرض میکنم، بعد واقعا زجر داد دفاع تیم ما رو. یه زده حمله، فرصت میتونه برای تیم امیر موفق باشه. یه پاس فوق‌العاده سخت ولی استوب میکنه این پاس رو. میتونیم یه شوت خوب ببینیم، آیا پاس میده یا میشوته. یه ضربه، چه شوتی میزنه و چه واکنشی. نفس بنده بند اومد، نفس سویل بند اومده، باید برسونه خودشو به واحد پخش کنار مهدی که بین نیمه داشته باشیمش. یه فرصت برای تیم امیر موفق، تو به بیرون میره. سریع هم باید بازی رو شروع بکنن. نمیدونم گلر تیم ما چرا رفته بود تو نیرو انتظامی. آقای MHS ممرزا کوشکی اونجا برای شماره 5. امیر اونجا توپو دارن میبرن جلو، خیلی خوب دریپ میزنه، یه تنه داره دیوونه میکنه منو. چقدر خوب اینجا کار کرد، 3-4 تا رو جا گذاشت امیر موفق و توپ بیرون برمیگردن سریع. تعویض مثل این که داریم و بیرون میاد بازیکن شماره 7 تیم توتو تاینی محمد و شماره 6 نیما به بازی میاد. پستش مهاجم نیما و مثل این که تیم امیر موفق هم تعویض داره، اسم او رو تو لیست نمیبینم. یاسین طهماسبی مثل اینکه قراره به بازی بیاد تیم توتو تاینی. یه پاس برای حسام، خوشحالم باشم اسمم، داره چی کار میکنه این پسر، چه پاسی میده اونجا. اگر این توپ گل شه موهامو از ته میتراشم. وای خدا رو شکر توپ به بیرون میره. KMC مهدی پس رو میبینیم کنار ورزشگاه که صندوق عقبش رفته بالا، حالا چی دارن اونجا در میارن خدا میدونه. یه پاس، تیم امیر موفق فعلا داره بازی رو اداره میکنه، تو دنبال یه فرصت مناسب باشن. خود امیر موفق، حسام داره میره توپ ازش بگیره، موفق نمیشه. یه پاس رو به عقب برای شماره 3 یاسین.
از یاسین میخواد پاس بده اما توجهی نمیکنه، پاس تو میده، چی کار دارن میکنن؟ تیم امیر موفق شوتی میزنه اونجا، توپ بیرون میره و خیلی خوب بازی میکنه تیم امیر موفق. شانس بیاره تیم کتو گلی نخوره، چون اگه گل اولو بخوره فکر کنم دیگه خیلی سخت بشه که به این تیم کامبک زد حتی با یه گل. سوهیل فکر کنم رفت دیگه سمت واحد پخش، نمیبینم این دورو برا باشه. چه پاسی میده اونجا، واقعا خوب میباره، تیم امیر موفق داره خوب رو حساب و کتاب بازی میکنه. یه پاس فوق‌العاده، اگه دیدو باز کنه میتونه فوق‌العاده. چی دارم میگم؟ یه شوت و توپی که به بیر تیرک کن، من فکر کردم رفت بیرون، توپو سیو میکنه. خطا میگیره داور اونجا، یا پای واقعا بازیکن تیم امیر موفق رفت رو پای گلر یا نه؟ خود امیر موفق میگه من پام نخورده. داور نزدیک میشه، دارم با هم صحبت میکنم، میگم بابا به قرآن مجید پای من نخورد. کارت زرد میده به امیر موفق. امیر کارت داد، امیر دست میده با گلر تیم توتو تاینی، پسر شجاع. اونجا خوبم بازی کرده، خدایی از حق نگذریم، بازیکن خوبیه این پسر. تهماسبی میخواد بیاد تو، چند دقیقه صبر کرده آرماند فیلیک، گوش نمیکنه بیاد بیرون. داور اصلا توجهی به تعویض نمیکنه، الان تازه بعد 20 دقیقه فهمید تعویض داره تیم آرماند فیلیک. بازیکن تیم امیر موفق به بیرون میاد، تهماسبی میره تو، بدن ورزیده ای داره این بازیکن، میتونه حس میکنم تیم رو به جلو هدایت بکنه، میره جلو وای میسته. توپو توتو تاینی میگیره، به قرآن یه ضد حمله بزنه، تمومه تمومه. خیلی بازی بالا و پایین داشته، اگر این بازی بره پنالتی. سلام عزیزم، یه مسیج برای گوشی حسین برادر مهدی اومد، نمیدونم کی بود ایشون، نوشته منتظرت میمونم. ایشون کیه خدا میدونه، من اسم ایشون رو نگم بهتر هست. یه دونه سانتر بلند خوب، فکرای خوبی دارن ولی به نتیجه نمیرسه این فکرای تیم توتو تانی، واقعا باید بهشون افتخار کرد، دارن تو این تام یه فرصت برای تیم موسوی نتونه ضربه رو بزنه، یه گام کم آورد متاسفانه. میلاد رو هم کنار زمین میبینیم، یه هد اونجا میزنه، چیکار میکنه حاجی امیر؟ چیکار میکنه؟ میخور بهش خطا باشه، اما اونجا توپو میگیرن، فوق‌العاده توپو میگیره، پا به توپ فوق‌العاده‌ای داره شماره 3 یاسین، یه پاس اونجا میده، تماسبی با بدن میتونه گل بشه، داور هیچی نگفته و توی دروازه یاسین گل میزنه، باورم نمیشه. میگم دیگه کامبک زدم به تیم امیر موفق، ناممکن خواهد بود. میاد کنار محمد رضا، بازیکنی که مصدوم شده کنار زمینه، به خاطر مسئولیت قضایی این بازیکن رو نداریم. یک هیچ به نفع تیم امیر موفق. بازی جالبی بود، بالا پایین زیاد داشت، اما اونقدری هم پر موقعیت نبود این بازی. میریم برای شروع دوباره بازی، تایم کمی به پایان نیمه اول مونده. نیمه دوم یه پاس یه استارت میزنه، بعید بدونم بتونه برسه، ولی من همیشه پیش بینیام اشتباه عذاب در میاد. توپو میگیره تیم امیر موفق، یه پاس خیلی ورد کلاس بازی میکنه، سطحشون جهانیه واقعا تیم امیر موفق. کار کشتن یه پاس اشتباه، من نباید من از آنم تعریف کنم. سوهیل مثل این که به واحد پخش رسیده، خبرها بین نیمه سوهیل رو داریم تو استدیو. مهدی پس هم هست، از ایشون باید یک تشکر بکنم بازم. مهدی پس یه مقدار حالش بد شده به خاطر فشارهای پروژه، اما این پسر همیشه سر پاست. شینگ سولبا مثل این که براش ویتامین سی خریده. من دارم چی میگم؟ به بازی باید توجه کنم، هی دارم به من از اتاق فرمان یه سری حرفا رو میزنن و من باید بگم دیگه تو
گزارش بازی. یه پاس برای امیر موفق. امیر موفق یه دونه ضربه و گل دوم. خیلی داور آفساید میگیره. بابک مرادی گل به ثمر رسوند. واقعا ایشون شماره چنده؟ شماره 7 آرمین جنتی. گل زدم و گل مردود اعلام شد. مثل اینکه آفساید بود. یکیچ. هنوز هم به نفع امیر موفقه. تیم توتوتانی یه مقدار به هم ریخته شده، اما باز هم سعی میکنن به بازی برگردن. البته باید ببینیم بین دو نیمه چه اتفاقاتی میفته. بیکارترین بازیکن زمین گلر تیم امیر موفق بوده تا به الان. خطا میشه اونجا. داره بازی خیلی آروم میره جلو، اما میشه امیدوار بود نیمه دوم بازی پرموقعیت دارتری رو ببینیم. ممرزا از کنار زمین داد میزنه. بازیکن مصدوم به تیمش میخواد روحیه بده. یه دونه اونجا میتونه ضربه مستقیم زد، احتمال زیاد بره به سمت کورنر. پرتاب شد فکر کنم، یا کورنر، بنده از این زاویه ندیدم، ولی پرتابه مثل اینجا. پرتاب برای تیم توتو تاینی. یه ذره دارن بیشتر فشار میارن بعد از گلی که خوردن، و خب طبیعیه، مثل تیم سمسنو نیست گل میخوره دفاع میکنه. یه پاس اونجا میدن. باورم نمیشه امین میتونی گلش کنی. وای پسر این چه شوتی بود تو زدی، اشکال نداره. شوت پایان نیمه اول و میریم واحد پخش میشه سهیل و مهدی. نیمه دوم میایم پیشه. عجب بازی دیدیم، بازی خیلی حساس، یکی به هیچ به نفع امیر موفق شده فعلا، که البته یه سری نکاتی هم آی الله ببخش من تو بیرون اومدی تو عصبی شدم. آقا من رفتم یه نسی یه کاری کردم زشت بود. این چه کاری بود؟ برخورد بدی داشتم با آقا. گفتم من رفتم، من دوست دارم این موفقو عکس گرفتم، یادگار داشته باشم عکسشو. بچه لخ شدی عزیزم. چی؟ چه لخ شدی؟ اونو نمیدونم مثلا. یهو درگیر شدم، لخ شدم، همه چی رو سمس ما عکس شما رو میتونم ببینم الان؟ چی؟ عکس شما رو ببینم. عکسم الان چه سالی پیش بود؟ عکس یه عالمه چیزی. نه چجوری عکس بدون نشون بدم؟ بعدم میدم بذار شما توی چی. خب شما که رفتی اونجا بازی رو از نزدیک دیدی دیگه، حال کردی عاشق. امیر موفقو بوس کردم داداش، نزدیک عرق کرده بود رفت دلم از سرویس. ولی چه بازی بود حاجی پشت. خب نظر شما بدونیم راجع به بازی نیمه اول. بازی که آره یه من احساس کنم خود امیر رو باید یه اخراجی می‌کردن. چرا؟ سر کارت زرد اولی که گرفت اومد پای دروازه‌بان زد. خب پای دروازه‌بان زد، دوباره توپ زد. خب اون حرکت هم تایم بازی رو داره می‌گیره. درست. هم عرضم به حضورت که بی احترامی به تیم حریف. بله درست. این اشتباهه. هم ولی هم وسط دروازه‌مون وقتی دو نفر رو همزمان زدن. من یه سوال دارم. خصومت شخصی نداشته؟ نه امیر موفق. من یه چی بگم؟ توپو چون جمع که بعد یه دونه زد زیر پای دروازه‌مون. امیر دست داد. آه. اون دست نداد. گفت برو بابا. جدی دارم میگم. من چون دیدم از نزدیک اون دست داد، اون دست داد، برو. امیر عصبی شد ولی کارش زشت بود. ولی به نظر من کارت زرد کافی بود. کارت زرد کافی بود، اما بعدش که اومد توپ جلو پاش زد چی؟ اونم بس. کارت زرد دوم بعد بین وسط نیمه. بله. امیر موفق دو نفر همزمان زد اصلا. من نمیدونم چجوری اونجا کارت نداد. آقا شما مشکل داری با امیر موفق؟ آقا چی کار داری تو؟ آقا رخیل یارو هستی، تو کنفرانس یارو هستی، تو بازی یارو هستی، چی کار داری تو؟ امیر دوست دارم چون آقا امیر عاشقشم من. آقا چرا تو سوال می‌پرسی؟ من آب می‌خورم شما ادامه. اما یه دونه صحنه هندم من دیدم. یه وی آر می‌دین اون یکی؟ همون تک گل. کدوم صحنه رو؟ صحنه گل. وی ای آر بدیم جذاب میشه. صحنه گل رو بریم با هم دیگه. صحنه گل رو یه لحظه بریم. اینجا شما داری میگی که حسام. آره. اگه اجتماع نکنه مثل. آره. این بازی کن اون لحظه رو اگه نگه داری هندو دیدی؟ اون لحظه رو اگه نگه داری هندو دیدی؟ هندو دیدی اینجا؟ یه لحظه بذار دوباره ببینیم. چشای تیزبین سامساوری چیزی؟ نه بعید بدونم. نه آقای موسوی از ایک هست. نه نه هست. هنده آقا. هنده داداش. هنده سر چی می‌بندی؟ سر سر چی می‌بندی؟
ببین نگاه یه لحظه وایسا پول دستش اینجا بود نگاه دستش باز بود بشین یه لحظه من ببینم یه دقیقه منو گوش بده داداش دستشون که دستش اصلا بسته نبود داداش دست زاویه توپو تغییر دستش نه الان دیدم دست باز بود نه الان دیدم هند بود یه ذره عقب برو دو دست خب الان چیکار کنیم گل زده متاسفانه آقای موسوی اینجا اشتباه کرد من الان قبول دارم دستش باز بود و هند استاتا رو با هم دیگه ببینیم از نیمه اول آقا تیم حریف حقشو خوردیم نه این یه دونه گل یکی از گلش خب این یک بازی کیچه داداش بازی کیچه خب استیتس این گل داداش یه دقیقه وایسا یعنی تیم حریف رو باید حقش رو بگیرم الان نمیشه گیر موفق اینو ببرم نه خب وقتی دیگه داداش با نامردی که نمیشه نه این هند بود واقعا دست ما بر نمیاد بازی ها الان حیف الان دست تو بود میگفتی امیر موفق من دوست آخه نه ما رو برد خواستم الان حق این تیمو من چجوری باید اینجا بگیرم الان حق این تیمو چجوری باید بگیرم الان میگم میگه چرا پنالتی شد ولی واقعا پنالتی چیز بود گلش قبل خب ببینیم آقا 59% مقابل 41 پاسیشن 8 تا شوت 4 تا 4 شوت و 2 تا شوت پوزیشن داشت خب پاسیشن میشه چیز مالکیت تو اشتباه میگن درست هم نمیدونم شاتسشون 8 به 2 شاتس آف شانسشون نیست متوجه که مالکیت توپ آقا نم هم من اینو از گوشم در میارم هم دیگه زبان انگلیسی نمیخونم آقا من تافل دارم اینو نجستم اینجا کورنر کیک یعنی ضربه کورنر 1-5 فری کیک یعنی ضربه رایگان 4 آقا من اصلا دیگه نمیخوام 5 تا 3 ضربه آزاد داداش خدایی دروازه‌بانشون خوب کار کرد 5 تا 3 پایینش هم میخونی برام سکسسفول اینو خوب خوندم نه نه بالایش پاسز آفای پایینی سکسسفول پاسز کو پایینی کروسز اون پوینت ها تکس و سیوز بخواه پایینم بخواه هاف تایم خب خیلی داشته آقا نظر شما چیه؟ طبقه چیزی که دیگه یه گل چون خورده شده نه اصلا این هیچ اصلا فکر کن اونا سف سف خب نیمه دو ببین نسبت به آمار نسبت به آمار خب عرضم به حضورت که آیه موفقینا بهتر بازی کرده بودن خب ولی خب گلی که زده شده به نظر من گل درستی نبوده و من سر این تافشر دارم خب به نظر سف سف ما میگیم سف تاینی میتونه تو رختکن کارو در بیاره که بره نیمه دوم بسیاری داره که چقدر بکنم الان تو نقطه ضعف تیم امیر رو کجا دیدی؟ تیم امیر والا حمله یا آنچنان بهشون فکر نمی‌کنم شده باشه آره نشد حمله بهشون نشد که مثلا من دفاعشو ببینم مثلا بخوام بگم دروازه‌بانشون چطور بوده ولی کلا توی میدفیلدشون خوب بازی کردن تو حمله هم خوب بودن تیمشون هجومی بود با تیمشون تو چی بود ضعف تیم سبز ضعف تو من احساس می‌کنم دروازه‌بانشون یکم استرسی بود احساس می‌کنم من احساس می‌کنم استرس نداشت استرس داشت ولی از نیمه زمین توپو نمیتونستن جلو ببرن فکر کنم مشکلشون این بود که دوتا شوتشون هم که زدن همون هم تو چارچوب نبود یه ذره استرس ما بگم ببین جو بازی گرفته بودش ولی دروازه‌بان شما میگی خیلی کار سخته گل بده چون من خودم تو اون دروازه 7 متر همونم 7 متر بعد این جیمی جامپ های بی شخصی بی شعور یه سری آدم ناراحت میشه آدم که اصلا جیمی جامپ من این میش به کدوم بی شرفی بود رفت کی بود به قرآن مجید قسم میخورم من نفهمیدم آروم شما آروم باش به خدا نفهمید اصلا دست خودم نه من گفتم من برم تو بازی ایمان فقط یه بوز کنم عکس بگیرم باهاش لخت شدم و نفهمیدم چرا لخت شدم بریم با هم دیگه تیم رفتن دو تیم رو ببینیم رفتن دو تیم رو ندیدیم برگردیم با ویدیو کال همراه مهمونمون بریم آقا برو بریم لتس برو بریم من دارم میبینم دو نفر این ور اون ور تو عین حرمله دارن میرن و نمیدی انقدر نمیدی تو یا یارو میره تو آفساید یا درو میبنده مدافع ببین مهاجمی باید چهار تا دفاع رو ببنید چون هافبک کپ راست نداره چهار تا دفاع از ما خسته میشه آه سه دفاع رو باشید سه دفاع سه دفاع سه دفاع سه تا نیمه سه با هم بشید چهار بعد فقط بریم برگرد یه رو تو زندگیتون رو فقط بدوید باری کلا ببینم چی کار میکنم نیمه دوم چهار تا دیگه میخوام از حرام ریخ خواست جابجا خواست گیلی این جابجا بازم خواست مردین دیگه تو زنگی نیستی بعد فقط بری برگرد یه رو تو زندگیتون رو فقط بدوید این نزدیک هم رو به این معنی نیست که ستای جلو به از دایقا بایستن ها خوش آنیز بایدیست خوش آنیز می اومدی بعد میرفتی تو این گلی رو میزدی
پاس جابجا پاس میدین جابجا شین ثابت تو این هستین مردین دیگه تو زمین نیستین پاس میدین جابجا شین یک دو پاس 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 پشت نوبت گل برگشتیم با رخکن دو تیم موفق و توتوتانی آقا من همینجا یه چیز کنم ته بررسی ها اون واقعا هر شده بود الان تماس تلفنی و تصویری داریم با چی؟ علیکسیات عزیز سلطان دستان های نامنظم علی جان سلام چطوری؟ حالت خوبه؟ سلام آقا مهدی عزیز قربونت قربونت برم داداش توی استودیو اتفاقا سام عزیز و سهیل سلبا هم پیش ما هستن حضور دارن سلام آقا سام سلام تو بشه سلام دورت بگردم خوبی علی جون قربونت همه چی عالی مرسی علی جان بازی رو دیدی آره حاجی عجب بازی بود ولی حاجی ازت میخوام سوال کنم راجع به بازی فکر میکنی طبق بازی که تاینی مقابل حسام کرد و هفت هیچ برد این بازی هم میتونه کامبک پرگلی به تیم امیر موفق بزنه ببین ولی من نگاه میکردم بازی ها تیم امیر موفق خیلی خوب بازی میکرد و موقعیتاش هم خیلی زیاد بود یعنی نیمه اول که من اونجور دیدم مثلا خیلی خوب بازی کردم میخوای بگو الان ببین علی جان من میتونم با علی صحبت کنم علی جان سلام سلام علی سلام خوبی سلامتی من سام صابریم داش علی گل اول نیمه اول هند بوده چیکار کنیم چیه؟ گل اول نیمه اول هند بوده سام میگه هند بود گله؟ بله آره شما میگی تکلیف چیه؟ چیکار کنیم؟ من میگم که ولی بازی رو کلن دیدم حس میکنم که تیم امیر موفق بهتر بازی کرد یعنی توتو تاینی یکم باید دفاعشو قوی تر بکنی یعنی دفاع جا میموند کلن مرسی از علی عزیز من علی سوال دوباره میرسم این سوال خیلی حساسه خوب دقت کن به نظرت امیر موفق واقعا موفقه؟ احتمالش زیاده ولی خب توتو تانی هم احتمال داره یه کامبکی بزنه نیمه دوم سوال هم چرت و پرت سوال پرسیدی اصلا یه سوال بزنم یه آره بودی اصلا سوال سوم من ازت نمیپرسم مهدی جان سوال سومو بپرس شما علی جان نظرت راجع به این تورنمنت چیه فصل بعد دعوت بشی با تیمت حضور پیدا میکنی احتمال داره چرا که نه سوال اول کجا جواب میدم مهمونان کجا مختصر مفیدن بیشترش تو ایران هست صدا رو چرا خوب نداره علی نظرت راجع به تورنمنت چی بود اینم بگو ما بریم عالی بود نظرم خوب بود علی جان متشکرم اینجوری بود میتونست بهتر باشه چیه مهدی بس بای تورنمنت علی جان دم شما گرم ممنونم از اینکه جواب ما رو دادی قربونت آقا میونه کلمه ببخشید بازیکن‌ها دارن آروم آروم میان تو زمین بریم علی فعلا خدا نگهدار بریم سلام بریم قول بده لخنش دوباره قول میدم دیگه نرم جیمی جان بشم بازی شروع میشه شوت محکم میزنم و تو چارچوبی شماره 10 تیمشون محمد رضا کوشکی بازی رو خاص شروع بکنه این بازیکن آرمانده فیلی هنوز بیرون نشسته گلرشون داره تمرین میکنه بیکارترین بازیکن بوده دیگه داره به ضربه موجا میزنه توتو تاینی باید هر چی در چند خطا کمک مرادی امیر یه دونه توپ محکم میده زیاد جالب نبود و بالاخره یه حرکت از گلر امیر موفق میبینیم میخواد که بازی رو آروم کنن که بازیکنان تیم توتو بیان با این حرکت میخوان اونا پرس کنن و نفسشون ببره بالاخره یک تاکتیک باورم نمیشه یه گل اشتباه عجیب از تیم امیر موفق زیاد دست کم بگیری همین اتفاق میفته باورم نمیشه شب گولی میزنه تیم توتو تاینی عصبانیت گلرش یک یک بازی از الان جذاب خواهد شد بهتون گفتم نیمه دوم بازی جذابتری خواهیم داشت هر تیم از این سمت بره بالا یه دونه سانت تیم امیر موفق میخواد به خودش بیاد تهماسویچ رو میدوه این پسر بازیکنی که جایگزین شد با
بازیکنی که جایگزین شد ممرزایی که مصدوم بود، اونا بازیکن رو وارد لیست کردن، بازیکن جدیدشون یعنی تحماسبی رو. تیم توتو تاینی خیلی آروم بازی رو دنبال میکنن، یه دونه پاس خوب رسید به حسام، حسام یکم به خودت بیا، چه توپگیری میکنه اونجا کوشکی، باز حسام توپ رو میگیره. این پسر واقعا استعداد فوتبال داره، میاره به گوشه، یه سانت زیاد هم جالب نبود و کورنر. گلر تیم امیر موفق تمرکزش رو از دست داده، یه مقدار وقتی شل بگیری همین اتفاقات میفته. عجیب غریب شده بازی این دو تیم، اما جالب و دیدنی. یه دونه فرصت شماره 6شون خیلی خوب میاد، یه تک تحماسبی تا الان واقعا اوکی بازی کرده، بازیکن خوب تیمشون بوده تو این بازی. افرادی که بیرون نشستن، یه سانت توپ اونجا خیلی راحت میگیرن، میتونن یه دونه توپ رو یه زده حمله داشته باشن، توپ هر طور شده از اونجا میارن بیرون. خیلی خوب بازی میکنن، پا به توپشون واقعا خوبه. یه استوپ بعد تیم امیر موفق، یه سانتر خوب، تحماسبی خیلی خوب استوب میکنه، چه پاسی میده اونجا، یه تک بره، یه ضربه و توی دروازه، توی دروازه. خیلی خوب اینو میزنه تو گل بازیکنشون، چه خوشحالی، گله خوشگلی میکنه این بازیکن. میگن باخت نمیدیم. امیر موفق ازشون میخواد که سفت بازی کنن، شل نگیرن. تحماسبی تاثیرگذار بود روی این گل، بازیکن خوبیه این بازیکن. 2-1 به نفع تیم امیر موفق. یه سانت برای حسام، سرعتش بالاست، استوپ توپش خوبه، پا به توپ فوق‌العاده‌ای داره، همین کارم انجام میده اونجا، سفت و محکم، هر جوری میخواد توپو بگیره اما توپ لو میره بیرون. تیم توتو تاینی داره فشار میاره، هر طور شده اونجا توپو میخوان، حسام کم میگه، امرضا داره میگه هر طور شده بازی رو نگه دارن این 2-1 رو. برنده این بازی با برنده تیم مهدی پسود بنیامین بازی میکنه، فینال رقابت ها داریم. یه سانتر خوبی بود و اونجا میبرن بازیکنای توتو تاینی توپو. حسام یه پاس برای امیر، توپو لو میدن اونجا، شماره 8 تیم توتو و تاینی. مهدیار عصبی میشن، توپ میره بیرون و بعد ضربه رو گلر تیم امیر موفق بزنه و بازی رو شروع بکنه. بازی رو تو دستشون گرفتن تیم امیر موفق. حتما توی کامنت ها بنویسید طرفدار تیم امیر موفق هستید قلب نارنجی و تیم توتو و تاینی قلب سبز رو، حتما کامنت کنید. پاس رو به عقب، استرس زیادی رو دارن بازیکنان دو تیم تحمل میکنن. کوشکی یه جا اونجا توپو برید، بریدن بازیکنان تیم توتو و تاینی، خستن. تحماسبی تو الان واقعا خوب خودش رو نشون داده، این پسر میتونه یکی از فوتبالیست‌های آینده داره کشور باشه. یه هد اونجا میزنه، چه استوپی میکنه، داور خطا نمیگیره، اونجا چه دریبلی میزنه. شماره 6 توتو تاینی، شماره 10 خود امیر موفق، توپو سمت راست داره، میخواد دریبل بزنه اما علی توتو، تیم امیر موفق توپو میگیره، داره میاد، میتونه پاس بده، شوت میزنه، چه پاسی میده اونجا، یه ضربه خوب زد واقعا. اگه دفاع تیم توتو تاینی نبود میتونستم بگم این تو گل بود و یه ضربه به بیرون از کوشکی، برمیگرده به زمین خودشون. باید بازیکنای تیم امیر موفق برگردن سر پستشون تا ضد حمله نخورن. حسام و تحماسبی اینجا توپو میبره، تازه نفسه این تحماسبی، پاس خوبی بهش نداد و اونم ندوید. تحماسبی دریبل میزنه، بازیکن خوبیه این بازیکن امیر. یه سانتر خوب،
فکر نکنم به تو برسن و تو به بیرون میره. امیر موفقت تیمش میخواد سره شه توپی اینجا برای طهماسبی میندازه به تو برسه، فکر کنم دیگه کار تموم باشه. یه دریبل خوب طهماسبی بزن و چه ضربه ای و توپ به بیرون میره، باورم نمیشه. جزو موثرترین بازیکنهای تیم امیر موفق بود از وقتی وارد زمین شد. یه پاس گل، یه شوت واقعا قشنگ، استوپ توپای خوب، پاسای دقیق، چیزایی که ما از این بازیکن تو این بازی دیدیم. یه ضربه بلند، تمرکزشون رفته جایی که توپو بندازن پشت مدافعها، اونجا توپو میبرن اونجا و خطا به نفع تیم توتو تاینی. پوشکی عصبی میشه، ازش میخواد که رعایت کنن و بداور انقدر چکوچونه نزنن و اونم اوکی قبول میکنه. یه ضربه آزاد میتونه تاثیرگذار باشه این ضربه. دو تا بازیکن بیشتر تو محوطه جریمه نیستن، ریسک نمیکنه تیم توتو تاینی. اونجا دارن حسامو اذیت میکنن. یه ضربه خیلی اوکی. ارمین جنتی هم خوب تو این بازی بازی کرد، شماره 7 تیم امیر موفق. یوسانتو فوق العاده خوب میرسه به بازیکنشون، پاس باز هم برای طهماسبی. طهماسبی خیلی راحت میتونی تمومش کنی و گل سوم، 3-1 طهماسبی. یه گل، یه پاس گل از موقع ورودش به بازی. خیلی خوب بود طهماسبی، فکر کنم اسمشو تو این گزارش بالای 30 بار آوردم من. بی حاشیه، بدون اینکه اعتراضی کنه، فقط رو بازیش تمرکز کرده، کمن از این بازی کنه. برخلاف سهیل سلبا که ایداد و بیداد میکنه، آرمین طهماسبی اصلاً سهیل تو وارد پخش نشسته بعد بازی قشنگ حرفاشو بزن. اونجا فرصت برای تیم توتو و تاینی. 3-1 بازی. فکر نکنم امیدی به بازگشت داشته باشن، ولی خدا وکیلی بعدم بازی نکردن. یه فرصت حسام، پنالتی نبود حس میکنم چیزی که دیدم، داورم پنالتی نمیگیره. یه بار دیگه میفته، داور میگه بازی رو ادامه بدید، این مسخره بازی ها رو تمومش کنید. خودم منتظر اینم ببینم اون طرف چه تیمی میاد فینال. پیش بینی من روی کاغذ تیم ده بنیامینه. یا ضربه دیگه بریدن، از راه دور میخوان ضربه بزنن، شاید فرجی بشه. تیم ده بنیامین هم روبرو فلی مسلم بد بازی نکرد، تیمشون تو ضربات پنالتی تونست تیم فلیمو شکست بده. تیمشون هم تیم آماده ای بود، خدا وکیلی تیم خوبی بنیامین چیده برای این رقابت ها، خوب آماده شده برخلاف تیمی که خودم ارائه دادم. کوشکی میگه آقای داور من بیام تو. امیر موفق میاد بیرون، باورم نمیشه بازیکنی که خوب بازی کرد، خوب تیمشو مدیریت کرد. سخته هم تیمو مدیریت کنی هم بازی کنی. او از پس این کار خوب بر اومد. 3-1 تیمش جلوه، فینالیست رقابت هاست، رو کاغذ هم قهرمان این تیم. واقعا تیم خوبی داره، بعید بدونم تیمی که طهماسبی رو داشته باشه قهرمان نشه. امیر موفق کنار زمین وایستاده، میخواد تیمشو مدیریت کنه. توتو و تاینی هم دیگه بریدن، دیگه پلن خیلی خاصی ندارن، پاسای کوتاه به هم میدن. یه پاس تو عمق میده به حسام. حسام واقعا ازت انتظار بیشتری تو این بازی داشتم، ولی تمام توان تو گذاشتی پسر، افتخار میکنم بهت. یه پاس اونجا میده، بابا تو کی حسام؟ صدام گرفت یه لحظه. دوست خوب کار میکنن و گلر تیمشون محمد اولیه بازم میفته، اما یه زده حمله میزنن. جونی تو تیم توتو نیست، میتونن گل چهارمو بزنن. یه ذره تمرکز، یه پاس فوق العاده، یه دونه شوت میزنه یا پاس میده، چیکار میکنه و یه تک قشنگ بود تک، ولی بازم تو میزنه و میگیره. بابا صدای من برید دیگه، دارم چی میگم؟ میگیره اونجا. امیر موفق عصبیه، با اینکه تیم 3-1 جلوه دیسیپلین رو حفظ میکنه، چه سوتی میده گلرشون، باورم نمیشه پسر. بازم طهماسبی نجاتشون داد. طهماسبی میتونستم میومدم سجده میکردم جلو تو زمین.
سوت پایان بازی تمام میشه. طهماسبی و تیم امیر موفق تموم شد. بریم کم کم تو استادیوم. مثل اینکه وقت ما تموم شده تو واحد پخش، میریم به استادیوم. سهیل جان پیش شما و مهدی پسر. حاجی عجب بازی بود. دیدی گفتم علی موفق خوبه. خدا وکی حلالت باشه. ما رو بردن. بابا الکی نیست این تیم مدعی. ولی بازی 3-2 بود. ولی هند آقا هنده حساب هند هر خود هند بود. واقعا هند. دو تا صحنه مشکوک هند کرد دوباره گل زد. ببین این سیوت بگم دو تا صحنه مشکوک پنالتی هم ما دیدیم. دو تا خطا. اون سبزا؟ بله. گفت نیست. نه خب دیدم. میگم دو تا صحنه دیدیم ما توی چیز دیدیم خطا نبود. آه حس فکر اولی که زد توپ کاملا زد. دومی هم دیگه انداخت. علی موفق زد. آره. بعد دیدی داره دروازه رو دست نداد. آره. حرکت بعدی. بابا ولمون کن دیگه. آقا من همین رو خیلی دوست دارم. آقا یه سری صحنه همین موفق گفت. همین واقعا خوب بود. گل میزد میواد اینجوری میکرد. اینجوری میکرد. ما اصلا نمیدونم چیکار. آقا همین خوب بود. خوش اومد. باری کلا. حسام توی نیمه اول یا دوم بود. داداشم حسام چی میگی؟ ایشون گفتش که طهماسبی شماره 2 امیر موفق اینا برخلاف سویل خیلی کمتر داد و بیداد میکنه. نظر شما راید چی گفت اینا؟ آقا یه سمستون بیشور. آقا اسلام چرا اینجوری میکنی؟ من این همه طرفداری چی گفتش اینا؟ گفت برخلاف شما کمتر داد و بیداد. اگه اسلام گزارش کرد اصلا بله. اول ویدیو چی گفتم من؟ هفت تا خوردیم یه سر ما خالی میکنی شما. آقا من ولی دلی دوستت دارم. من اصلا داد و بیداد نکردم. تماس بگیم از چه سوتیایی میده راستی دروازه بانه چی؟ بله. آقا من اینو گفتم. واقعا دروازه ببین نیمه اول گفتم توپ نیومد سمت دروازهشون. دروازهشون رو ندیدم چه خبره. دروازه بانشون دو تا سوتی بعد واقعا خیلی بعد سوتی شد. ببین ممکن بود بازی نتیجه شد. دیدی که توپ تو دستش اصلا رفت تو کرنر. بعد سوتی اول که اومد جلو. آره. ممکن بود بازی چیزش عوض شد. نتیجه‌ش عوض شد. ولی اگر اون گلو میخورد اون همه بازی 3-3 بود. آقا 3-3 که دیگه اون دیگه تقصیر داور نبوده. چیکار میگم؟ نه ولی واقعا تیم امیرنا واقعا زور بود. خیلی خدا واقعا زور بود چون امیر خودش هم فوتبالیست حرفه‌ای و مدعی قهرمانیه به نظر من. یعنی باز اگر آقا اون... جنتی ان شاء الله خدا حفظش کنه خدا وکیلی چه کرد جنتی؟ جنتی یکی از بهترین چقدر خوب اونی که اوبر چیز زد اونجوری گوشه من پشیمون میگه اسم اون حرکت چیه؟ یه شعور آقا من نمیدونم باز چی موزی ضربه موزی شه برو کراس چون سوال بعد آردوی بگو داد اما آردو گرفت زد اینجوری کات داد دیگه جنتی واقعا پلیر خفنی بود. خب بری سراغ استاتسا بهتر میخواستم بگم به نظرت بهترین بازیکن این بازی کی بود؟ من از نظرم هم امیر خیلی خوب بود هم جنتی. ولی جنتی جنتی گل زد این بود. جنتی بابا اینجوری اوور کات زد همین کلا بهترین بازیکن این بازی فکر کنم طهماسبی بود. یه پاس گل داد یه گلم زد. ببین من جنتی جنتی مگه اون موزی شکل رو نزد؟ یه دونه گل زد اون پاس گلم زد. قشنگ مو یه دونه ارزش داشت. 53 به 47 بود پوزیشنشون. بعد شاتش چی هسته؟ امیر موفق سه برابر تاینی شوت زد. خیلیه خیلیه و تقریبا نصفش یکم کمتر و هفت تاش تو چارچوب بوده حقشون بود دیگه بردن. آره. ولی اگه نگاه کنی پاسای موفقشون ها نزدیک همه 76 84 سیوای توتو تاینی 6 تا. ببین همینجا تعداد شوت‌ها رو دارم می‌بینم. اگه روبروی حسام اینا بازی می‌کرد به نظر چند چند می‌شد. بله امیر موفق اینا. بگو نظر تو بگو. بیشتر از تاینی اینا گزارش وقتی تاینی 70 زده اینجا نتونه زمین رو ببره خب بیشتر می‌خورد دیگه. 20 تا طرفدارش می‌کنه میره تو گزارش ما هد دیده. خیلی دروازه‌بان توتو تاینی واقعا خوب بود. دروازه‌بانشون خوب بود. یه دونه پتانسیل اینو بیشتر داشتن گل بخورن. ولی واقعا سیو کرد. دمشون گرم سیو 6-2 الان ما بریم بعد این کنفرانس مطبوعاتی تشکرم بکنیم ازشون حالا که تا اینجا اومدن و حذف شدن. دمشون گرم که تو از مازندران اومدن تهران دمشون گرم دو سه روز بودن سر پروژه ما خیلی هم تایم اونجا هتل گرفتی براشون؟ من نه واقعا خیلی کار اشتباه من میام مگه سر پروژه شما هتل میگیری؟ من پروژه زدم تا حالا
ما که میگیم هتل نگی، بیا از جواب ما خونه بگیریم. آقا تو نمی رفتم یه جا پیش حشمت فردوس رفتم، دیدی که برگشت هتل گرفته رفته واسه 5 شب 8 تومن داده، یعنی شب 1 تومن هم نیافتاده واسه یارو. رفته خوبه بابا، بابا تو گفتی من جا نمیرم. واسه وسط چیز میکنی هم خونه ما هست نمیاد. الان من بگم اینجا رو چرا نمیای خونه ما؟ مسائل خانوادگیتون داشت. آخه نه میاد به قرم. آقا شما ولش کن، آروم باش. بگو کنفرانس ما صحبت های آخر سام رو میشنویم که ایشالله بعدش باش خدافزی کنیم و بریم بعدش سراغ کنفرانس. برو بریم. آقا عرضم به حضورتون که تبریک میگم به تیم امیرینا. امیرینا واقعا لایق قهرمانی هستن دیگه، رفتن فینال هستن. من این بازی رو که دیدم واقعا خیلی حرفه‌ای خوب بازی کردن. تبریک هم میگم به توتو تاینی که واقعا با اقتدار جلوی امیرینا بازی کردن. امیدوارم که توی مراحل بعدی واقعا موفق باشن و توی مراحل بعدی بیان ببرن ایشالله. انتقامو بگیرید واقعا. دمت گرم مستم اومدی، مرسی ازت، ممنونم باعث افتخار بود. دمت گرم، فردا شما باشم. مرسی برنامه خوبتون، مرسی از شکایتی. مرسی. بریم سراغ کنفرانس مطبوعات. به نظر چرا باختین و چیکار باید میکردین که نکردین؟ خب به نظر من که بیشتر ما به داوری باختیم تا به بازیکن‌ها. جدا از اینکه خیلی تکنیکی بودن، چند صحنه خود داوری هم اشتباه بود. یکی آفساید بود، یکی هم بعد اخراج می‌کرد که اخراج نکرد و همین باعث شد که ما ببازیم. به نظر نقطه قوت تیمتون چی بود که تونستیم ببرین و حریفاتون بعد از این بعد ازش حسابی بدن؟ نقطه قوت اونیه که ما از همه می‌ترسیم و همه بعد از ما بترسن و ما اومدیم اینجا با امید خدا. من یه سوالی میتونم ازتون بپرسم؟ ما چرا باید تایم بذاریم اینجا صحبت بکنیم و راجع به تیم خودمون بگیم وقتی حرفمون رو داخل زمین میزنیم و میزنیم تیم‌ها رو درو میکنیم؟ چرا باید اینجا وایسیم صحبت بکنیم راجع به کارمون؟ اینو میشه من بگید؟ آقای مهتی پس من اعتراض دارم. آقا تو تیم خودت به نظرت مقصر اصلی باخت چه بازیکنی بود؟ مقصر اصلی یه نفر نبود، کل تیم بالاخره یه اشتباهی داشتن و همین باعث شد کلا نتیجه برگردن. ما حرفمون رو داخل زمین میزنیم، اینجا زمین ماست، ما این بازی رو بلدیم. داخل زمین بازی مهارت بالامون رو نشون میدیم و بچه‌های ما جادو میکنن داخل زمین بازی. به نظر اشتباهات داوری تو رقم خوردن این نتیجه تاثیر داشت یا نه؟ 100%. چه صحبتی با هوادارات داری که کلی واسه کامنت گذاشتن و بهت انرژی دادن؟ کامنت فوش گذاشتن یا تعریف کردن؟ میگم بهت انرژی دادم. با فوش تو انرژی میگیری؟ خب بعضی موقع هم ممکنه بچه ها با فوش انرژی بدن، ولی به صورت کلی بچه ها همه رفیقامونن، تاج سرند. ممنونم که این ویدیو رو نگاه میکنید. یه کاری که همه بچه ها دارن زحمت میکشن، یه کاری که کلی براش هزینه شده، بچه ها دارن وقت میذارن و یه اتفاق بی نظیر برای اینکه تایم بسیار خوبی داشته باشید. چه صحبتی با هوادارات داری که کلی واسه کامنت گذاشتن و انرژی بده؟ کارشون مثل همیشه عالی بود. تا همینجا که ما اومدیم هم خیلی خوشحال و راضی هستیم. سخن پایانی اگه داری؟ سخن پایانی منتظر سیزن دوم این مسابقات هستیم. صحبت پایانی این که دمتون گرم و امیدوارم که تایم خوبی رو کنار ما گذاشته باشید. همه بچه ها دارن زحمت میکشن. یه چیز خیلی مهمی که اصلا ابتدا گفتم که فراموش نکنم، از تیم ما یه شخصی مصدوم شد، مهدی عمو تئوری، که الان متاسفانه نتونست این بازی بیاد. محمد رضا مصدوم شد، جاشون تو تیم اون خالیه و در کنار تیممون هستن و تا آخر تورنمنت کنار زمین ما رو همراهی میکنن و همین. دوستتون دارم، دمتون گرم که ما رو نگاه میکنید و امیدوارم که تایم بسیار خوبی کنارمون داشته باشید. ما رو خودتون باشید فعلا. صحبتای دو تیم رو شنیدیم، من هنوز دستم داره میلرزه واقعا. سوالت تصویر رو نگاه، تصویر رو دنیا امیر موفق کنار کاپ یوکاپ. من همون اول گفتم وقتی امیر موفق ما رو برد قربونش بشم تو شده سیاه شدی. آقا بابا من این تیپ نیست سیاه زمید کردی تو اینو عاشقتم. آقا ببین قط آه با بنیامین بازی داری تو؟ بله تمام. به نظر چی میبره؟ امیر موفق که رسید فینال هیچ. تمام ایشون رو در فینال میبینیم. الان بازی بعد من توی استودیو نیستم و آقای بنیامین بازی داریم. تمام کی میبره؟ من نگو بین. یعنی چی نگو؟ آقا من اصلا جفتتون رفیقای منی، جفت تو رو بگم هیت قول میدی ندی؟ آقا بنیامین میبره. آقا من نظری نمیدم، ولی آقا پای گیرنده هاتون بشینید چون این بازی خیلی قرار گیرنده شون موبایلشون منظوره بنیامین میبره.
آقا چی عید میدی من تو؟ هر چی من میگم داری عید میدی. آقا قطعا این بازی یکی از بهترین بازیه که فینال میرسه. فینال میرسه. پیج یوکاپ رو فالو بکنید. در اینستا لایو زیاد میذاریم، استوری زیاد میذاریم، امتحان بکنید، گیو اوی بدیم اونجا. بله، ویدیوی بعدی احتمالاً چهارشنبه پخش میشه که ما نیمه نهایی آخر رو داریم، بعد دیگه ان شاءالله میریم فینال. تا خدایی هست مشکلی نیست. چشم هم بزنید. میتو سویلی نیست.